ریاست شورای کابل چند پروژه را روی دست داره و آیا بودجه زی پروژه ها طرف خود ریاست پرداخت میشه و یا نهادهای کمک کننده هم امرای شما هستند شورای کابل می یک نهاد خدماتی کلان در کشور جدا از کارهای روتینی که انجام می ده پلان های هم داره که امسال الحمدلله شاروالی کابل 165 پروژه را بردش بیش از 6.4 میلیارد افغانی یعنی بیش از 65 فیصد بودجه کلی خود را به پلان های اینکشافی خصاص داده شو. که از جمله 89 پروژه پروژه های سرک سازی که ما شما عملا در گوش آگوشی شهر میبینیم که این سرک ها یک کارشان شروع شده و دار به پیش میره یک به مرحله نهایی میرسه و مطابق با اون پلان و برنامه و که تنظیم شده مطابق هم داره پیش میره این رو باید بگویم که بگونه مشخص تمام پروژه در شهر اجرا میشه یک افغانی ما از وزارت محترم مالی نمیگیریم و در این حال سابق بود بانک جهانی و نهاد کی دی پی که با شاروالی کابل همکار بود اونام هم کارشون در حالت تعلیق هستن و تمام این اتفاقات که در شهر مفتاد تمام مصارفش از بودجه داخلی شاروالی کابل تامین میشه بسیار خوب دقیقاً دمی بخش مردم هم سوال داشتن که چرا بعضی از پروژه های کابل بسیار زمان گیر هستند ببینید پروژه اساسی که ما داریم مثلا سرک کوتل سرک کابل جلال در کنارش مثلا ما سرک گل باغ را داریم سرک کوتی سنگی دی زنگ ده ها سرک به همین شکل ما شما داریم در نای هم چندین سرک داریم سرک قلیشانان شانان سرک دیگه کیچاره ملاله به سرک حلقوی وصل میکنه و به همین منوال اینا اکثر سرک های 60 متر است و کوریدور هست فلاحاز اونجا قبل از هم سرکی نبوده نو ایجاد میشه کسایی که مواد مینجینری رو می میدانن اساسی ترین مواردی که ما در داریم جدا از کاتینگ و فیلینگ که او کار خود انجام میده <Popkeys> مسئله سب گرید است سب بیس است بیس کورس است لایه های مختلفی که خاک البته جغل یا پودر سنگ به ابعاد مختلف با توجه به چیزی که در اوم وجود داره اینا کمپکشن میشه تا ای که بتونه لود مورد نیازی که در سرک می آید موتر چند تونه میکنه با چه مقدار عبور میکنه با چه سرعت عبور میکنه <سطور> او <سطور> را <سطور> برداره و تنها قیری که سر این لایه ها انداخته میشه اگه ما بخوایم از حساب سرک سازی بگوییم ده فیصد کار هم نیست 90 فیصد کار برمیگرده به مرحله سروی مرحله دیزاین مرحله پلان املاکی استملاق اجرای کار و ساختن این ها روی هم دیگه تمام این لایه ها باید امو تستای ما نظری که وجود داره که دوستایی که این کار انجام می سایج تکنیکال جیو تکنیکل هست و تستای هست. مطابق به شرطنامه ای که وجود داره بعد یا مو بی یا مو شرط کلی قرارداد که وجود بر ما بته بعد ایجا تست بر ما نشان بده که موتر به طور مثال با وزن 80 تن میتونه از جیوبر بکنه فلهازا به همین شکل ما پیش میریم و مسئله بعدی کندی کار ما کندی کار رو میتونیم بر اساس میاد قرارداد تثبیت بکنیم یعنی اگر یک قرارداد بود برای 20 ماه اگه کارش رسید به 25 ماه ما میگیم که کند پیش میره دهی 20 ماه هم مشخص است که کاتینگ و فلینگ چه وقت دبر میگیره دهی نال بخش اولش که سبگرید است و سب بیس هر کدام چه چقدر زمان بر میگیره ما بر اساس اون داریم پیش میریم اما خب یک کمی علاقمندی چون زیاد دارن میخوان زودتر تمام شه مطابق با برنامه ده. کاری که ما داریم و مطابق به قراردادی که وجود داره شرکت ها پس ما نیستن برای فعلا حتی علاقمندی شرکت ها به که زودتری را خلاص بکنن اما ما سعی میکنیم که تمام لایها را مطابق به چیزی که وجود داره بعد از تستا که آمد بعد از اینکه دل هم هم شد و هیچ نه مشکل قانونی وجود نداشت اونها کارای دیگه خدا پیش باید. بسیار خوب دیدم میشه در نصف سال قرار داره مگه گفته بتونین که در 6 ماه اول سال کدام پروژه ها با بهره برداری سپرده شده و نظر و سرد شدن هوا پروژه های هم است که خلاص شده تا ما یقرب قصد ما دو گپه داریم اینجا یکی مسئله آغاز کار را داریم که ما میتونم به طور قطع برتان بگویم بخش دوم سرک هتل خیرخانه سرکه بله. سرک چاره شهید لاقصبه سرک چاره ملاله یا سرک هلقبی. سرک قلیشانان، سرک گلباغ سرک دیدانا، سرک پدولا به مشکل این طرف شرک ما شما بیاییم سرک هایی که مثلا تمام شده و ما او رو بهره این آخو شروع کار بود که ده ها سرک دیگه هم وجود داره اما اونا که کارشان تمام شده بهره بردار سپرده میشه مثلا سلان های کوتای سنگی هستند، در کنار سرکی از طرف خود قصد دارمان به طرف سرک امید سبز میره هر کدامش مطابق برنامه خود پیش میره مثلا بخش دوم سرک کوتر خیرخانه یک پروژه 20 ماه هست با امسال که 12 ماه کاری ما داریم برش جدا از فصل سرما رو که ازو بکشیم مساله تقویم میشه مثلا امی 9 ماه که کار میشه باید مطابق قرارداد دیده شود دمی 9 ماه پلان دیجی میرسه تا میجه بعد پیش بره مثلا سرک شمال غرب کابل که عملا فعلا کار سر شروع جلاله و سال قبل کارش آغاز شد 7.6 کیلومتر است پلان ما برای سال قبل این بود که ما بتونیم در حدود 3 کیلومتر شرق قیریزی بکنیم که کار انجام دادیم 4.6 <applause> کیلومتر باقی مانده ان تا پای امسال تا برج ده تمام می‌کنیم یعنی مطابق با مو پروگرام خود خوب روان هستن بسیار خوب اگر در رابطه با چند پروژه اساسی بتونم ازتون سوال داشته بفرق. باشم که کار زنا به چی جای کشیده شده و یا چرا به سرنوشت رها شدن در مورد سرک بادامباغ اگر بر ما بگوین که از چندین ما کارش به سرنوشت مونده و همچنان سرکی که از اسپین به طرف برچی وصل میشه آیا این سرک جز یک سرک اصلی قرار میگیره یا وصل میشه به سرک های مرفه بله بله کاملا سرک بادامباغ یک مشکل در دا وجود داشت که رفع شد و عملا کار جریان داره با مطابق بشه که ولی که ما به خاطر سرک بادام باغ داریم در سال آینده اگه اشتباه نکنم ما تقسیم بندی فکر فکرم در برج 6 هست یا پنج بعد به فتاس پرده و به شکل میشه و کار چی جان کارش متوقف نیسته یا سرک اسپنکره که شما یاد آورسیم ما به خاطر وصل کردن نواهی هم از دید اقتصادی و هم از دید سرفجوی وقت مردم پلان های داریم مثلا امیال فعلا شما پیشتر یاد آور شده سرک با اسپین کلیر که ما عموما می دنبال هستیم که نایه پنجم را با نایه سیزدهم وصل بکنیم که مشخص از قلعه ناظر سرک وصل میشه به سایه حمام نقاش دشت برچی دلی. و در این حال از خود چوری قنبر سرک وصل میشه مستقیم به سر کوتر یعنی کسی که نیاز داره به طرف ولایت های شمالی بره قرار نیست برای عبور کنه از نایه سوم نایه پنجم نایه ششم نایه هفتم نایه سیزدهم این پنج نایی غربی ما دلی. مستقیم با 7.6 اشاره کیلومتر پیمودن اونا میتونن به سر کوتر برن در حالی که در سابق اینا بالاتر از 3 کیلومتر بعد و کیلومتر بعد اونا میرفتن تا باود میرستن <applause> یا سرک از آره بغل که به بخاطر مردم در سمت تقریبا شرق هستن این هم به این شکل هستن یعنی ما سعی میکنیم اون نیازمندی کلی که به خاطر بیرون شدن و داخل شدن شهر وجود داره تمام لود را سر برکی یا سر سر شمال نندازیم نیازی است که ریشه جدا که رفت آمد رو سهولت ببخش که عملا نمو کاره عملا سرکه که از به <تصفح> پولسرخ یا چاره دیگری میشه این هم جریان داره کارش. کار عملا کار جریان داره و ان این سرک چون سرک خورد است امسال کارش خلاص میشه ان با برابری بسیار خوب پروژه های رم کابل روی دست داره که میتونه چهره کابل تغییر به تکامل ما در بخش های مختلف کار میکنیم یکی بخش های پلانسازی شهر هست که تمام هم و غم کابل من نهاد مسئولی است که ما بتونیم فیصدی رشد غیر پلانی و خود... سر به خود شهر را پایین بیاریم و فیصدی رشد پلانیش را بالا ببریم عملا ما در شهری داریم زندگی میکنیم که بالاتر از 75 فیصدش به شکل خود سر رشد کرده یعنی نه جوی برش مد نظر گرفته شده نه مسئله کثافاتش نه مسئله کالونیزیشنش نه مسئله سایه نه مسئله آفتاب هیچی مد گرفته نشده فقط هر کس اومده برای خود خانه آباد کرده و این مشکلات زیادی را به وجود آورده ما میخوایم 75 فیصد شهری غیر پلانی هست دو کار انجام بدیم اول پروژه تنظیم مجدد زمین را داریم که همین فیصدی غیر پلانی شهر را می ب... فیصدی غیر شهر میبره به طرف فیصدی پلانی شدن این کم کم فیصدی پلانی زیاد میشه غیر پلانیش کم در کنارش شهر کابل به حالت نمیمانه رشد آینده شهر کابل را ما کاملا باید پلانی پیش بینی کنیم یعنی دنبال نباشیم تمام تمرکز خود سر غیر پلانی بندازیم چون شهر روزانه رشد میکنه شما بخواید یا نخواید روزانه ساخت ساز دا و داره بعد ساخت و سازی هم که فل حال تا بعد صورت میگیره اینا هم پلانی باشن که با 10 سال 20 سال بعد به مشکلی که فعلا هستیم ما سر چهار نشیم با وصف امید و موضوع ما میتونیم بپیش پیش بریم اینو یک بخش قضیه بود اما میایم روی یکی صحبت کنیم که خب جدا از این قصه پلان سازی پلان سازی شهر و گپای دیگه ما مواردی را به خاطر بهبود فرهنگ شهر نشینی زیبایی شهر و گپای دیگه هم داریم که یک موقعیت بسیار کلان در ای راستا فعالیت میکنه در راستا ریاست های مختلف فعالیت میکنه که شما نمونه هاشو میبینید در جای جای شهر دیگه دنبالی نبودیم که چارایی رو به شکل تزین بکنیم که با یک بارش رنگش بره okay. چارایی های بسیار مستحکم زیبا نمادین که یک ارتباط مستقیمی رو با فرهنگ اسلامی تاریخی و افغانی ما داره عملا در شهر کابل بیشتر از 26 چاره به شکل اساسی ساخته شده و okay. با این نقطه پایان نیست اولی و آخری هم نیست و به شکل با رشد شهر این پلان ما با پیش میره که سعی کابل است که بتونه یک فضای بهتر زیباتر و سمیمتر بر مردم در شهر کابل رقم بزن تشکر بسیار زیاد جدا از این سوال اگه بخوایم یک چیز کاملا جدا بخوایم پرسون بکنم کارکرد های شاروالی کابل واقعا چشم نواز از چیزی که واقعا از مردم دیده باید. میشه باید گفته شوه شما کدام ریاست هم دارین یا بخش گروه هم کار میکنه که بتانه در رابطه به پیشنهادات و یا رضایت مندی مردم تحقیق را انجام داده باشه که از یک سال به سال دیگه چقدر میزان از میکنه؟ ما کلا در این راستا چون یک ریاست کلان به نام ریاست نشرات و اما کار میکنه بخش های آگاهی فرهنگ شرنشینی و فرهنگ سازی و اصلاح فرهنگ رمونا به پیش میبره در این راستا داریم و یک بخش دیگه قضیه را ما در اجرات خود دیده میتونیم به چی معنا ما حالا میبینیم زمانی که قرار است به خاطر نفع شهر یک سرک نو ساخته شود هیچ کس نه دخالت میکنه نم مخالفت میکنه چون پلان بر اساس واسطه سیاسی بر اساس رفاقت سیاسی ساخته نشده بر اساس نفع شهر ساخته شده این یک واقعیت است که من میبینم که همکاری مردم به شدت جریان داره در کنار موضوع در بخش تنظیف شهری در بخش سرسبزی که ما یک پلان خوب را گرفتیم الحمدلله شما میدونید که اگه تپه گلگوندی رفته باشین اونجا یک گل بسیار زیبا وجود داره ما نمونه امیره در شهر کابل آوردیم و در نقاط کوهی مثل کوی تلویزیون به شکل داوطلبانه برای مردم گفتیم خب یک کوه هست ایگیا هم گیا هست بعد از یک سال نیاز به آبیاری نداره و یک زیبایی خاص خود را داره مردم به شکل داوطلبانه از شاروالی کابلی نهال ها را تعهد دادن و روزان از او دارن مراقبت میکنن همکاری همکاری مردم با شاروالی کابل یک بحث کاملا جدای ناپذیر است اگر همکاری مردم نباشه شاروالی کابل یک تاخشت خام هم در شار نمیتونه بالایی تیگه بانه یک, یک چیز را جور بکنه تمام تاسیساتی که ساخته میشه اگر سرک هست، اگر پیاده رو است، اگر جوچه هست، اگر پارک هست، هر چیزی که هست این تاسیسات آمه کلشان به خاطر خدمت رسانی به مردم هستن. شخصی نیست، عام است. و زمانی که مردم از تاسیسات عامه خودشان خوب استفاده نکنند خوب مراقبت نکنند مطمئن باشین در یک شب چورم شده میتونه دقیقا و این همکاری مردم است که امروز شاروالی کابل در مسیر اصلیش قرار دارد دقیقا با امید از که روز بومو امو شعار خود ریاست شاروالی کابل داره برسیم که هم شینی هم شهری دقیق بسیار تشکر از که وقت دادین